و نیما بود که باز ما را توانگر کرد و راه توانگری نیز به ما بنمود. او گویی هزار بار خود را در این گونه جشن‌های گلریزان جهانی دیده بود. همو بود که سبد خالی افتادی شعر ما را برداشت، به جنگل خیش برد و باز آورد، پر از گلها و میوه ها و دیگر مواعد زمینی و آسمانی. او شعر ما را از تنگنای نصاب های محلی رهاند و با تکیه بر اصول اصیل ملیت ما برای شعر امروزمان کسب حیثیت و آبروی جهانی کرد. امروز اگر دنیا بگوید ما فلان و فلان و فلان را داریم، شما که را میگوییم نیما یوشیچ را میگوییم و از عهده بیرون میاییم، زیرا که نیما متعلق به عالم انسانیت بود. اگر در کنج دنج و خلوت خاموش خیش بر پوست تختش نشسته بود، کنار آتشی که تنش را گرم می کرد، دلش می لرزید، با لرزش درختانی که در شهرها و بیابانهای دور و نزدیک عالم می لرزیدند، زیر برفها و بادها، زیرا که نیما سرماها و آتشها را خوب می شناخت و دوست داشت آتش را چون نیاکانش. مهدی اخوان سالس، مقاله بدعتها و بدایع نیما یوشیج. عباس کیارستمی در جایی از خاطراتش می گوید اولین بار که اخوان سالس شاعر را دیدم در فرودگاه مهرآباد بود. اخوان شبیه هر مسافر تازه کار و بی تجربه‌ای، گویا اشکالاتی در باب اسباب و اساسیه سفر داشت. وی قصد سفر به لندن را داشت. به مسئول گمرک گفتم این آقا مهدی اخوان سالس است، مواظبش باش، خیلی عزیز است. مسئول گمرک از من پرسید کی؟ همین آدم؟ گفتم بله همین آدم. به اون نگاهی کرد ولی انگار او را به جا نیاورد. به دادش رسیدم و گفتم او شاعر است. اما باز هم افاقه نکرد. از پهلوی او که رد شدم به او سلام کردم. با خضوع و تواضع روستایی جواب سلام مرا داد. ظاهراً انتظار نداشت که کسی در چنین صحرای محشری او را بشناسد. توی هواپیما یک بار دیگر از کنارم رد شد. به مسافری که پهلویم نشسته بود گفتم این آقا مهدی اخوان سالس است. پرسید کیه؟ گفتم شاعر است. سری تکان داد و تظاهر کرد که او را می شناسد ولی نشناخته بود. چون پرسید در تلویزیون کار می کند؟ همان زمان به نظرم آمد اگر بخواهی جزء مشاهیر باشی باید صورتی آشنا داشته باشی، نه نامی آشنا. پینوشت سالها بعد مشابه این اتفاق برای خود عباس کیارستمی در اتاق عمل نیز اتفاق می افتد، چرا که کسی آنجا نبود که به پزشکان توصیه کند این آقا عباس کیارستمی است، مواظبش باشید، خیلی عزیز است. پزشک جراح کیارستمی را به پسر جراحش حواله می دهد و پسرک جراح هم به دستیارش حواله می دهد و با یک اشتباه پزشک دستیار می شود آنچه که نباید. خاطره از کتاب باغ بی‌برگی.